چرا حرف نمیزنی؟ حسینی حرف زدن ندارم مادر، من دادر از تمام دنیا بیشتر دوست دارم. آخه اگه حرف نزنی مادر دلش نگیره قربون شکلت برم. آخه چی بگم دادر مریضه. راستی مادر جون تو فردا خوب میشه؟ آره عزیزم، یه کمی تب داره،
طلعت خانم گفت چیزی اون سرماخوردگیه، تا فردا خوب میشه. پس چرا امروز خوب نشید؟ الان که رفتم پیشیز اینقدر جاغ بود که نگو. آره مادر جون، راست میگی، حالا زیاد خوب نیست. طلعت خانم گفت اگه یک کمی پاشورش کنم و دستمال آب سر رو پیشونش بذارم خوب میشه. مادر جون آخه من دلم واسه دادش خیلی تنگ شده. دختر قشنگم این حرفا رو نزن، اون وقت مامانم دلش تنگ میشه ها. پاشو عزیزم، پاشو بریم پیش برادرت، اما به شرطی که دیگه گریه نکنی، دلتنگی هم نکن. باشه باشه مادر جون. همه جویم خودش میاد. این را به عشق مریض پیش نرگید بشم، اگه بداشت بفهمه تو گریه میکنم این راحت میشه. ها خونه دخترم بیرم. Thank you.
چقدر خودتو عذاب میدی. میگن گوساله تا گاو شود دل صاحبش آب شود. نه طلعت خانم جون، حالش خیلی بده، بچه‌م داره از دست میره. چه خاکی که سلام کنم. ای بابا رودل کرده، اینقدر خودتو ناراحت نکن. نه طلعت خانم، گفتم که دلم خیلی شور میزنه، کاری ریشه و سنار نیست، هیچ حال حواسمو نمیفهمم. مثل دیوونه. من اصرار ندارم، حالا که خودت میخوای پولتو خراب کنی ایرادی نداره، ببرش دکتر. پس با اجازه شما ببرمش، یه نگاهم دکتر بهش بندازی. دادشو حدس دستم پیداش نکردم، اونو مدن که میاد خودش پیداش میکنه. سلام. سلام جونم. آره تبش خیلی تونده، یه کمی گل ختمی واسش درست کن، یه لگن آب سردم بده پاشورش کن. طلعت خانم جون این کارو صد دفعه کردم، بهتره برش داریم ببریمش دکتر. من بیرم خیلی شور میزنه، بچه‌م اصلا بروش نیست. باشه لباسوشو بیار تمیش کنیم ببریمش. مگه تاکسی پیدا میشه؟ بچه‌م از دست رفت. تاکسی تاکسی بجم بیمارستان کنم. بیاییم بالا ببر برا. یکم دوتر بچه مرچی، بچه مرچی، بچه مرچی بیم بالا. یالی، یالی، زود به صبح. با، حالا بیا و تو اخلو درستش کن. آه، این میتونی بچه مرچی. کجا؟ نمیخوره. آره سوار کن تو هر وقت که آره رو میخواد مفتی سواری کنه، به خیالش حالی گیر آورده. کجا؟ نمیخوره. کجا؟ نمیخوره. بری به خوشتی شانس، یه مسافر بخورم پیدا نمیشه. آقا بسته دیگه، مریض دارم. بله خب ما کارسلی داریم خانم. این بقیر میگاه بفرما، اینم بقیر. حالا برو ما جمجا چشنو او مرز نس نس بیفک و فامی، مگه نمیدونی این زن بیچاره واسه بچه مریضش داره گریه میکنه. ببینم من جنوالی دکتری؟ نه جان پزشکم، الانم جهبونت میکنم. این؟ تو هر بذاریم میره بله خب خیلی خانوم رو به بیمارستان نرسونی، یه کاری دستت میدم که عشدت هم نرخ. خیلی خب خیلی خب خیلی خب میرم ببرم اونتر برو. خدا عمرت بده جب، دنیا چقدر کوچیکه، آدم گاهی چیزایی رو میبینه که حالا براش خاطره است. یه وقتم روش زندگی میکرده. نوکرشم این خانم. اگه این آقا پیش دستی نکرده بود خودم چادرم اونو پیچیدم بارو گردن تو خفه بشی. آقا نمیدونیم بعضی از این شوفر تاکسی ها چه میکنن، اصلا ایمون ندارم. آجی، واسه آدم اعصاب نمیذارن که، اون وقت شما چه تراقی از ما داری؟ اشرا بده برو شر رو بکن. چهت کردی؟ همچی حالشو گرفتم که دیگه چراغ نزنه. بابا جون، شاید مریض داشته باشه. بی خوابی چراغ میزنه. کلتون کلتون.
بفرما آبتی. خدا از برادری کمک نکنه جعفر. سلامت آبتی. خدا حافظ. خدا حافظ مادر. من نمیدونم بچم چشم مریضه. چند لحظه تشریف داشته باشین خواهش میکنم. آقای دکتر مریض داری میتونم بیام؟ بسیار خوب، لطفا تشریف بیاری. از این طرف چشم بدونش به من. بفرمی. تشریف ببرین بیرون خواهش میکنم. بچه رو فوراً به اتاق ایزوله ببرید. بخش سه. چادر اکسیژن، سرم و وسایل لازم هم فوراً آماده کنید. خواهش میکنم بفرمایید. چقدر طول کشید. سرم ضد دیفتری 80,000 واحد. 20,000 واحد فوراً وریدی تزریق میشه و بقیه ازولانی. قبلاً حتما تست کنید و همینطور یک آمپول کرامین داخل ازوله زده بشه و 5,000,000 واحد پنسیلین کریستال داخل سرم اضافه کنید. من برای بررسی مجدداً خواهم آمد. خیلی دقت کنید. آقای دکتر سرم که تمام شد مجدداً همین مقدار سرم و پنسیلین تکرار بشه؟ بله حتماً. ما نهایت کوشش خودمون رو خواهیم کرد خانم. وجود چند نفر در اینجا زائده. اگه بخوایم فقط شما میتونید بمونید. آقای دکتر داداشتم تا صبح خوب میشه؟ آره جون، شایدم تا چند روز دیگه. آقای دکتر من پیش مادر جون بمونم تا صبح با داداش بری؟ اگه ساکت و آروم باشی عیبی نداره. چشم آقای دکتر، چشم. شما میتونید به رئیس بخش مراجعه کنید که غیر از اتاق بیمار اتاق دیگه به شما بدم. تا
فکر میکنم تا چند ساعت دیگه کارهای زیاد خواهیم داشت. شما در اتاق بیمار نباید باشید. تیخ نکن دکتر، مگه بهتون تیخ نکن؟ دفتره خواهیم. شب بخیر. خودتون ناراحت نکنید. میخوایی پیشت بمونم؟ نه قربان قدرت مزهنت کشیده شما بود. من که کارو نکردم خواهر، گفتم میخوایی بمونم. قربان شما دکتر اجازه ندید. نگران نباش، تا فردا صبح خوب میشه. این دکترها عادتشونه کارو بزرگ کنن. من فردا اول وقت مون. متشکرم طلعت خودم. خدا نگرد. مادر فکری به سرتون نزنه، من از خیلی وقتا پیش دوست داشتن رو میشناختم، دوست داشتن شما و داداش. اما از وقتی که ازدواج کردم فهمیدم که در زندگی عشقای دیگه هم هست. عشقای دیگه هم هست. عشقای دیگه هم هست. عشقای دیگه هم هست. بهشون گفتم که اشتباه میکنین، به خرجشون نمیره که نمیره. آخه واسه چی بابات اجازه نمیده؟ مگه من چمه؟ خیف چه بابای تو؟ میگه من دخترمو به یه باجگیر و لات نمیدم.
چی؟ خودتو ناراحت نکن، هرچی تو بگی میکنم، اصل کار توی. این توی که باید با من زندگی کنی، ناراحت نشو. مهم اینه که ما چی میخوایم. قربون تو برم، نوکرتم. بنامه چهار ماه پیش روز تولدت نبود. خب آره، منظورت چی؟ منو دوست داری؟ آخ، با تمام وجودم. تازه مثل منی. پس چرا معطلی؟ بریم دیگه. کجا؟ خونه من، یعنی خونه خودت. تو الان چهار ماهه که از 18 سالت گذشته، اجازت دست خودته. اما آخه میگن قانونن بابات فقط باید یه رضایت بده، چون اونم بالاخره وقتی فهمید تو خونه منی مجبوره بده. ها دیگه قمه چیه؟ میریم ببینیم خدا چی میکنه. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام. الو، بفرمایی. سلام عزیزم، حالت چطوره؟ نه، هنوز نیومده. الان پیداش میشه حتما. باشه عروس خوشگلم. باشد چه؟ اول باشد کنم بودم؟ عروسم اما معطل نکن. الو، سلام عزیزم. آره، حرفای همیشگی. نه، کلی تو خیابون و یه کمی هم اینجا پای آسانسور معطل شد. منم دوستت دارم. باش عزیزم، قربونت برم. خدافظ. چیه مادر؟ قربون مادر مامانی خودم برم. چی شده؟ چرا امروز اینطوری منو نگاه میکنی؟ نمیدونم پسرم. مادر جون، معلوم هست امروز چته؟ چرا باهاش عروسی نمیکنی؟ راستی مادر، اون کاغذهای پاره پوره شده چیه؟ باز اسم عروسی اومد؟ اما امروز دیگه نمیتونی، اون نامه خواهرته. جونم، اما پس چرا اینطوری پاره و مچاله شده؟ چرا پارش کردی مادر؟ تو چرا با نامزدت عروسی نمی کنی؟ مگه دوستش نداری؟ آخه چقدر؟ چند سال؟ مادر عزیزم، جون دلم، چرا نمیخوای قبول کنی؟ زمان فرق کرده. حالا سال 1370ه. از اون سال و زمونا که شما بایدهای سنتی داشتین خیلی گذشته. ببین مادر جون، من تو رو خیلی دوست دارم، اما این دلیل نمیشه که به خاطر یه سنت قدیمی خودم و اونو درگیر یه زندگی نامتعادل آینده قرار بدم. اونم به خاطر اینکه شما آرزو داری پسر داماد بشی. نه مادر، ازدواج و مفهوم واقعی اون به این سادگیام نیست، و فقط به خاطر آرزو نمیشه بی مطالعه ازدواج کرد. برای چی نمیشه پسرم؟ مگه تو امسال دانشگاه تموم نشد؟ چرا مادر، اما خیلی چیزای بزرگتر و پرمسئولیتتر هست که تازه شروع شده. چه چیزایی؟ فکر نمی کنم شما بخوای عروس آیندت مثل خود دوچار گرفتاریای مالی و غیره و غیره بشه که منو اونو رنج بده. تازه مسئله مهمتر شناخت طرفینه که زمان لازم داره. شما الان نزدیک 2 ساله که همو میشناسین، اکثر شب و روزاتون با هم میگذره. هنوز همدیگر رو نشناختین؟ نکنه این دختری که تو رو میپرسته دوست نداری؟ من اونو خیلی دوست دارم، اما همونطور که گفتم، ما اول باید درآمد زندگی کردنمون رو معین کنیم. در ضمن اگه آشناییمون به جای 2 سال هر چی طول بکشه، تا همدیگر رو محک بزنیم. حتی چیزایی که روم نمیشه بگم. اون وقت به پیمان زندگیمون مهری میزنیم که هیچ وقت پاک نشه. تو فکر میکنی چون پیر شدم هیچی سرم نمیشه؟ نه به اون شوری شور، نه به این بینمکی. جسارت نمیکنم، نمیگم که شما چیزی سرتون نمیشه. مطلب اینه که ما میخوایم با هم زندگی کنیم و تصمیم بگیریم و راهمون رو پیدا کنیم، نه کسی دیگه. درسته که اون وقتا برعکس تو
من حتی وقت نکردم که موافقت پدرمو بگیرم. یا چند ماه صبر کنم که دبیرستانم تمام بشه که با پدرت ازدواج کردم. تو راست میگی، منم میفهمم، اما هرچی باشه انسان جایز الخطاست. خب بله. به علاوه نمیشه منکر محسوسات شد، یا اونایی که رود نشد بگی. تو امروز منو وادار کردی چیزی رو که سالها تو دلم بود و نمیخواستم برات تعریف کنم بگم. آره یادم میاد خواهر سه ساله بکنم. جگر تلام پیداش میشه. شیرتو نخوردی؟ بونجوی ایفتا خودت لالا کن. لالا لالا گل پونه بابا تلام میاد خدایا کمکم کن که کار تموم کنم. دود باشی بختم گلم شما جلو تو بچه هم نور حرومیشون نخورده پشو. بلند شد وقت کنه. میخوام امروز ثابت کنی که چقدر دوستم داری. زود باش باش. میخوام عقدت کنم. میخوام امروز به قولم وفا کنم. مثل اینکه دوستم نداری. بلند چی؟ داری گریه میکنی؟ به جون خورد اگه خورتو قرص و قایم نگیری تا عقد تموم میشه. نمیبخشمت. حالا دیگه این حلقه تو انگشتت راست رو سکه میشه. پاشو وقت تلف نکن. چرا همینطور میشستی؟ پاشو کمک کن این بچه ها. کمک کن این حالی. من لایلا بیا لالا آقا بیا بیا خودت رو یه حسای خود با این دار رحمان الرحیم را سلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین و آله طیبین الطاهرین. تو رو خدا بگه برای دکتر بیارم. نه ایزا دیگه این یکونو فقراء و یغنیه الله من فضله و الله واسع علیم. و قال نبی صلی الله علیه و آله و سلم النکاح سنتی و من رغب عن سنتی و لیس من تناقض تناسب و انی اباهی بکم الامم یوم القیامه ولو بسه قطک و علا کتاب الله و سنتی و نبی. انجام بشه. آیا مخدر فرشته خانم به من وکالت میدهید که شما را به عقد دائم آقای محسن نیکسرش در بیاورم؟ بله. وای
آقای محسن خان، من وکیل هستم که شما را به عقد دائم خانم فرشته خانم در بیاورم. چجورم؟ بله، مبارک هست، مبارک هست. البته حضرت آقا، اما مسائل و که باید کلن رعایت شده. چیزی نیم آقا عرض کردم زود باش، شما چون نمیدونید کارم داره تموم میشه. امضا بفرمایید. آقا حرمت برم بدش من کارتم که جردی کارتم جردی امضا کنید. من کارتم آقا صاحب کنید یک کار مونده، اون قباله رو بده ببینم. بفرمایید. بلش تو تنها عروسی هستی که دوما با خونه تو رگاش قبالش امضا. خداوند تو را ببخشد. خدا حافظ. آقا قربونت برم، چه جلدی کارو تموم کردی. انشاءالله تا غروب نشده خبرهای خوبی براتون میارم. بچه ها انقل قدم آقایینو بهشون بده، خیلی زحمت کشید. چشم، امرو روز آخر نفس کشیدن اون نامرده. راستی یاده بچه تو دلید نمودم پسرا. پسرم حالش چطوری؟ از کجا معلوم پسر باشی؟ من مطمئنم که پسره. من به تو میمیرم، کمکم کن. یادت نره اگه بچه ها کاری نکردن این وقتی بیرون میاد که بتونین اونو تو چشم و نامرده دور و دستش فرو کنید. شایدم اینو فقط پسرم بتونه در بیاره و تغاز باباشو بگیره. بغلم بغلم Oh,
قسم میخورم فردا اون نامرد و به علت تیکی تیکی شدن از اینجا بفرستن گورستون. اما جون شما جون ننجون اون پیر زن غیر من کسی رو نره. که شب چله هست بچه ها همه میخوان بیان. به بچه ها بگین اگه میخوان فقط خودشون برن. پس ما چی؟ اگه ازده بدیم فردا در خدمتتون باشه. باشه فردا عصر فقط شما بیان یه کمی هم حلوا درست میکنم ببریم برای فقرا. خیلی ممنون خانم. امرینی متشکرم. با اجازه شما خداحافظ. خداحافظ. طلوع را غروبی و غروب را سیاهی در پی. وای بر آن که در غروب زندگی چراغی ندارد. مرگ حق همه ما رفتنی هستیم. ما بعد از خدا بیاموز هیچی نیستیم. هیچی. خدا رحمتش کنیم. خانم امروز چهل روزه برای مرگ اون خدا بیامرز گریه میکنیم. به خاک اون مرحوم قسمتون میدم کمتر خودتون رو ناراحت کنیم. اون رو قبرش ببره. من انتقام تو رو میگیرم.
حالا که انتقام تو به دست منه و من همه وجودم رو به تو بخشیدم، هرچی که از گذشته در زندگی تو مونده با دستای خودم دفنش میکنم، تو روح تو و جسم من با کمال پاکی و آرامی با هم یکی بشن. انتقام تو رو با تربیت درست بچه هم اون پای گذاری میکنم. این تنها جواب عشق من به توه و تنها انتقامیه که گرفته میشه. و حالا غسل میکنم و نماز میخونم و میام. چقدر سختی که آدم این دسته خودش خاطراتش رو دفن کنه. متشکرم مادر، تو چقدر خوب. مادر جون، من عروس تنبلی نیستم، اجازه میدادیم زحمتتون رو کم میکردم. نه عروس قشنگم، زحمت چیه؟ تو بچه هم برای من زندگی هستی. مرسی.
متشکرم پسرم که آرزوی منو برآوردی. من فقط یک آرزوی دیگه دارم، اونم اینه که خودم شما رو دست به دست بدم و به هشله بفرستم. خیلی متشکرم مادر، من افتخار میکنم. مرسی، خیلی خوشحالم.
نیمه جانم، نیمه جان چنین آسان مگذار. ای زنده تر زار من هم بمانم، ای زنده تر. اتاقتون بیرون اومدی؟ بری پیش مادرم. خانم چی شده؟ سلام دکتر. آه سلام جانم. چطوره؟ خیلی بد. آخه من نمیدونم این مردم کی درست میشن. بچه رو گذاشتن دم مرگ رسیده، اون وقت آوردنش دکتر. تفلکی حیف شد. فکر نمی کنم دیگه دوام بیاره. به نظر من که دیگه تمومه. خب دکتر، ولی من دیشب هر کاری که میتونستم کردم. با تمام این احوال مواظبش باش. من دیگه نمیتونم طاقت بیارم. طفلکی حیف شد.
باشه، خاطر جمع باشین. خب من دیگه میرم، خداحافظ. خداحافظ. آقای دکتر ببخشید، آقای دکتر پسرم حالش بهتر شد؟ آخه خانم جون، شما که بالاخره بچه رو به بیمارستان آوردین، چرا یه روز زودتر این کارو نکردین؟ بچه‌م چیزی شده؟ نه خانم، هنوز چیزیش نشده. یعنی وای خدای من، لطفاً بفرمایید این طرف. یه خورده آروم‌تر باشید. گوش کنید چی میگم. ببینید. مثل گر مونن و زندگیشون مثل برگ و باد. وقتی برگ ها بریزن اونم میمیره. شاید حالا، شاید چند دقیقه دیگه. تمیز کنیم ببریمش. وقتی بر تو بریزم اونم میمیره. شاید چند دقیقه دیگه، شاید این حالا. دوی
دنیا چیه جنگو